یک سلام خاص دارم به دوستایم که نمی لحظه بینیده برنامه سلام زندگی هستن تلویزیون یک می بینن در این قسمت برنامه هم ما جناب عبدالباسد انصاری مشاور مدباتی وزارت ماجری نودت کنندگان است در رابطه به اینکه اداره هوانوردی و همچنان وزارت دولت در امور حوادث طبیعی اعلام کرد که ما در یک ماه پیشرو رو بارش های شدید و برف های شدید را شاهد خواد بودیم می که تدابیر جدی وزارت ماجری بدانم که آیا به عودت کندگان چی خواهد کردن؟ آیا واقعا در قسمت اونا کارهای چشمگیر وجود داره؟ آیا برنامه وجود داره یا خیر؟ جناب انصاری خیلی خوش آمدید صبح شما بخیر سلامت باشین، سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان خوب شما امیدوار هستیم که همه دارای صحت عافیت باش با خیر باشید در آغاز میخوایم یک سال نمی لحظه در ذهنم خلق شد اصلا نمیخواستم بپرسم اما که شما میگید عملی هم میکنین البته چیزی که از طرف ما برای مردم وعده داده میشه تا حد زیادی را موفق بودیم که او را عملی بکنیم مخصوصا در بخش بیجا شدهای ما و کارهای بنیادی صورت گرفته اما بسنده نیست نیاز بیشتر است و همچنان نیازمندی برای است که بیشتر گام های معاصر برداشته شد شما همیشه میایید در برنامه از بسنده بودن صحبت میکنین از اینکه نیازتان را آنچنان که میخواید حل بسازین حل نمیشه مشکل در کجاست؟ کار در کجا میلنگه؟ چرا این مشکل حل نمیشه بالاخره؟ چرا یک روز شما نمیاد که بس وزارت ماجرین گل و گلزار باشه؟ خب سوال دقیق است اما در صورتی که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه ما میتونیم به زودترین فرصت و مطابق پلانی که باید از قبل ترتیب شود و در این حال در جریان سال و در سالهای گذشته هم به هزارها خانواده را ما توانستیم که دوباره انتقال بتیم به محلات اصلیشان و اگر جنگ خاتمه پیدا کنه یقینا روزی خواد بود که از طریق همه شبکه زیبای شما و از طریق مطبوعات دیگری هم به تمام هموطنان خود خود گفتیم که ما در او صورت یک تن از هموطنان خود بیجا شده نخواد داشتیم اما به مرور زمان مشکلات که بیشتر میشن ناشی از جنگ است اگر جنگی صورت میگیره هموطنان ما بیجا میشن و زمانی که اینا بیجا میشن به نقاط و معلات مختلف نقل مکان میکنن تقاضاها بیشتر است و بین این ترتیب اونا نظر به مشکلاتشان تقاضا هم دارن خواهش هم دارن و از سوی دیگر از جانب ما امکانات در او حدی نیست که برای تمام هموطنان ما بتانیم که رسیدگی بکنیم بجوز او از هموطن ما که جدا نیازمندی دارند و مشکلات زیاد دارند ما با اونا صرف میتانیم برسیم در حالی که توقع بیجا های ما که از سه تا چار میلیون تن میرسه همه از اینا تقاضا داره و همه هم میدانند که تنها یک وزارت مهاجرین که نه لحاظ بودجه انکشافی در او حدی است که بتانه برای تمام بیجا شدهای ما کمک بکنه و نه هم مؤسسات میتونه که برای از سه تا چهار میلیون تن باید کمک صورت بگیره از این لحاظ مشکلات هم وجود داره و در این حال تلاش ما هم صورت میگیره در آغاز یاد کردم که وزارت دولت در امور عوادست طبیعی و همچنان اداره عواشناسی بالاخره یاد کردن و گفتن پیشبینی کردن که ما در این ماه است برف باران شدید را شاید خواهد بودیم شما با بجا شدگان چی کردین؟ چی میکنین؟ آیا پلان دارین به خاطر این موضوع یا این معزل؟ بله متاسفانه در سالهای قبل هم ما شاهد حوادث طبیعی بودیم که به طور مثال ولایت پروان اشاره می کنم که در حدود بیشتر از یک هزار خانواده بیجا شدن در این حال خب بیجا شده یا به اثر جنگ ها می یا به اثر حوادث طبیعی معمولا دو تا گزینه است که بیجا شده را به وجود می زمانی که اگر حوادث طبیعی به وقوع پیونده از ابتدای به وقوع پیوستن حوادث الى یک دو ساعت این مربوط میشه به وزارت محترم دولت در, در امور حوادث, حوادث. بله بعدتر زمانی که اینا منتقل میشن به یک نقطه که بالاخره او بیجا شده محسوب شوه بعدتر محول میشه به وزارت مهاجرین که باید ما کمک ها را هماهنگ بسازیم و کمک باید انتقال شوه برای کسانی که متظرر است بود دیگه قضیه ای است که مخصوصا حالت اصراری که با وجود می مثلا ولایت هلمند یکی از ولایاتی بود که چند روز متواتر جنگ جریان داشت و در اوج حالت اصرار به وجود آمده بود در او صورت با گذشت 72 ساعت هم حالت اصرار وجود داشت مسئولیت برمیگشت به وزارت محترم حوادث اگر که امیدوار هستم ما با حوادث طبیعی مواجه نشن و اگر احیانا صورت میگیره طبعا با سرازیر شدن برف و باران طبعا سیلاب سرازیر میشه و ما در تمام ولایت افغانستان مناطق خیلی مسئول نداریم و طبعا که سیلاب و, و غیره چیزها تهدید میکنه هم ما اگر اینا بیجا میشن طبعا کمیته حالت استرار در تمام ولایت وجود داره که نه تنها وزارت مهاجرین میتونه که در این قسمت کار کنه وزارت حوادث است و سایر ادارات و حکومت است و در این حال مؤسسات همکارم چون از قبل تعهد کرده بودن فعلا طبق سالهای گذشته ما میتونیم که تا حد بد خواهی پیشبینی شده بالاخره پیش بینی شده که در یک ماه گذشته در هشت ولایت از افغانستان سیلاب سرازیر میشه و از تدابیر شخصی خودتان بعد از افتاد ساعت میخوایم بدانم کایا شما پلان دارید به خاطر این معزل؟ طبعا پلان از قبل صورت میگیره و در ابتدای البته در پایان سال مالی گذشته بالاخره با آغاز سال مالی جدید تمامی برنامه مد نظر گرفته میشه و بالاخره سنجش میشه که اگر ما با یعنی مشکل مواجه شویم چی باید بکنیم و مثالش ما در جریان سال گذشته مالی که در جریان سال جاری خورشیدی گفتم میتونیم در ولایت پروان و ولایت کاپیسا و بعضی ولایت دیگه که متاسفانه به اثر حوادث طبیعی هموطنان ما بیجا شدند ما توانستیم هم از جانب خود هم از جانب وزارت دولت در امور حوادث که اونا کمک کردند در این حال مؤسسات حاضر شدن کمک کردند یعنی بیشتر از یک هزار خانواده ای که بیجا شده بود برای همه از اینا مواد قضایی و آنچه که اونا جدا نیازمندی داشتن کمک صورت گرفتن بسیار خوب تشکر جناب انصاری از اینکه دعوت ما را پذیرفتین به برنامه موضوع پیدا کردین گفتنی شما را مشتاقیم سلامت باشین فقط تعهد ما به عنوان یک وزارت هماهنگ کننده و یک وزارت پالیسی ساز همیش تاکید ما بر شفافیت انجام کمک ها است برای بیجا شده های ما و تلاش میکنیم که البته مشکلات و خلاهایی که وجود داره او را هم بتانیم که اصلاح بکنیم و در این حال یا در خدمت هموطنان عزیز خود قرار داریم بخیر باشین سپاس